سلام، ایمان هستم از کانال اسرار ماورا. خود هیپنوتیزم یعنی خودتان با اراده خودتان بتوانید وارد حالت هیپنوتیزم شوید. هیپنوتیزم چیست؟ هیپنوتیزم حالتی ظاهرا شبیه خواب است. در واقع برای شخص سومی که به این پدیده نگاه می کند چنین به نظر می رسد که فرد در حالتی خوابگونه است یا شبیه افرادی است که در خواب راه می روند. اما برای خود فرد هیپنوتیزم شده شبیه خواب نیست و او در واقع در سطح خاصی از تمرکز و هوشیاری قرار دارد. در این حالت میزان تلقین پذیری فرد افزایش می‌یابد. البته این به این معنا نیست که فرد به طور 100% تحت فرمان ما باشد. به طور مثال اگر یک استاد هیپنوتیزم یک نفر را هیپنوتیزم کند و به او بگوید که هوا سرد است و تو از شدت سرما به خودت می‌لرزی، آن شخص احساس سرما خواهد کرد. مقدار تلقین پذیری در هیپنوتیزم به سطح هیپنوتیزم فرد که چقدر عمیق باشد و اینکه چه چیزی هدف قرار گرفته شده باشد بستگی دارد. مثلا در مورد افراد به شدت مذهبی دیده شده است که وقتی در حالت هیپنوتیزم به آنها گفته می شود برقصند یا مشروب بخورند، آنها مقاومت کرده و در نهایت کار دیگری را به جای آن انجام می دهند. مقدار و میزان هیپنوتیزم شدن در افراد مختلف است و به روش‌ها و میزان تلقین پذیری فرد بستگی دارد که من در ویدیو دیگری در این مورد توضیح دادم. امروز قصد دارم به شما آموزش بدم که چگونه خود را هیپنوتیزم کنید. روشی که در اینجا گفته شده است روش شمارش اعداد است که برای اکثر افراد مؤثر است. اما قبل از شروع ببینیم که خود هیپنوتیزم چه فایده‌ای دارد و چرا آن را انجام می‌دهیم. شما با یادگیری خود هیپنوتیزم می توانید حافظه، تمرکز و اراده خود را تقویت کنید و می توانید عادات بد خود را ترک کرده و عادات خوب را در خود ایجاد کنید. هیپنوتیزم حالات مختلفی دارد. هر چقدر که به مراحل بالاتر بروید، تلقینات مؤثرتر واقع می شود. البته در خود هیپنوتیزم امکان این که بتوان به مراحل بالا رفت بسیار کم است، چون با رفتن به مراحل بالاتر خودآگاهی کم شده و نیاز به شخص دیگری است که تلقینات را وارد ذهن کند. در حالت اول هیپنوتیزم فرد صدای اطراف را می شنود و کمی احساس سنگینی یا خواب‌آلودگی می کند. در حالت بعدی که به کاتالپسی معروف است، عضلات فرد منقبض شده و به سختی می تواند آنها را حرکت بدهد یا ممکن است اصلا نتواند آنها را حرکت بدهد. در سطوح بالاتر فرد هیچ دردی را حس نمی کند و حتی می توان او را بدون داروی بیهوشی جراحی کرد. همچنین فرد از قید زمان و مکان رها شده و ممکن است درک درستی از موقعیت خود نداشته باشد. البته هیپنوتیزم چیز ترسناکی نیست. شخصی که به این حالتها رفته به راحتی از همین حالتها هم خارج می شود. روند خود هیپنوتیزم چگونه است؟ ابتدا ممکن است افکار مختلفی به ذهن شما هجوم بیاورد و حواس شما را پرت کند. اشکالی ندارد، می توانید دوباره شروع کنید. اگر خسته شدید یک زمان دیگر یا یک روز دیگر این کار را انجام بدهید. طی روند خود هیپنوتیزم کم کم ذهن شما آرام می شود و بدنتان ریلکس می شود. احساس سنگینی و خشکی به بدنتان دست می دهد. در مراحل بالاتر ممکن است نتوانید بدنتان را حرکت بدهید که این خوب است. برای بیرون آمدن از این حالت کافی است روند معکوس خود هیپنوتیزم را انجام بدهید. یعنی به خودتان بگویید که کم کم بدنتان به حالت عادی برمیگردد و کم کم می توانید حرکت کنید. بدن شما بر اثر تلقینات وارد این حالت شده است و بر اثر تلقینات هم از این حالت خارج می شود. هیچ جای نگرانی نیست و خود هیپنوتیزم خطری ندارد. اما اگر دچار مشکلات قلبی هستید بهتر است با یک پزشک در این باره مشورت کنید. در حین خود هیپنوتیزم ممکن است بدنتان سرد یا گرم شود که اشکالی ندارد و نشانه هیپنوتیزم شدن است. خود هیپنوتیزم را در جای ساکت و بدون عامل مزاحم انجام بدهید تا در این کار موفق باشید. اگر بعد از انجام خود هیپنوتیزم و قبل از خارج شدن از آن خوابمان ببرد چه می شود؟ مشکلی نیست و بعد از مدتی مانند زمانی که خواب بوده اید از خواب بیدار می شوید. روش انجام خود هیپنوتیزم.
ابتدا روی زمین دراز بکشید و چند نفس عمیق بکشید تا ریلکس شوید. در حالتی باشید که راحت هستید و عضلات بدن تحت فشار نباشند. عضلات بدن را شل کنید. سپس چشمانتان را ببندید. 5 بار به خود بگویید با شماره هر عدد بدنم شلتر و بی‌حس‌تر می شود. بهتر است به صورت ذهنی بگویید. سپس از عدد 100 به صورت معکوس شروع به شمارش کنید. اعداد را آرام و بدون عجله بشمارید. در حین هر شمارش تصور کنید که بدنتان شلتر و بی‌حس‌تر می شود. سپس 5 بار به خود بگویید اکنون من در یک ساحل شنی در حال قدم زدن هستم و همین را تصور کنید. دوباره از عدد 100 به صورت معکوس بشمارید تا به عدد 1 برسید. در این حین تصور کنید که در یک ساحل شنی گرم در حال قدم زدن هستید. پس از شمارش احساس وانهادگی و بی‌حسی خواهید کرد. اگر اینطور شد یعنی در مرحله اول خود هیپنوتیزم قرار دارید. برای ورود به مرحله دوم 5 بار به خود بگویید با شمارش هر عدد بدنم منقبض و خشک می شود. سپس از 100 به صورت معکوس بشمارید و تصور کنید که بدنتان مثل یک تکه چوب یا سنگ کاملا خشک و صفر می شود. اگر واقعا حس کردید بدنتان صفر شده عالی است. هیپنوتیزم را ادامه بدهید. 5 بار بگویید هر لحظه پلک‌های من سنگین تر خواهند شد و محکم به هم چسبیدن. از عدد 10 به صورت معکوس بشمارید و هر لحظه تصور کنید که پلک‌هایتان سنگین تر شده و به هم می چسبند. پس از اتمام شمارش اقدام به باز کردن چشمهایتان کنید، اما خیلی تلاش نکنید چون هنوز در مرحله عمیق هیپنوتیزم نیستید. اگر نتوانستید چشمهایتان را باز کنید یعنی در مرحله دوم قرار دارید و می توانید به مرحله سوم بروید. برای ورود به مرحله سوم تصور کنید یک بادکنک بزرگ به مچ دست راست یا چپ شما بسته شده است و دستتان را کم کم به سمت بالا می کشد. 5 بار به خود بگویید با شمارش هر عدد دست من سبکتر شده و بالا می آید. سپس از عدد 10 به صورت معکوس بشمارید و با هر شمارش تصور کنید که دستتان سبکتر شده و بادکنک دستتان را بالا می برد. اگر دستتان بالا بیاید یعنی تلقینات روی شما اثر دارد و این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشته اید. حالا تصور کنید که دستتان سنگین شده و پایین می آید و به خود بگویید با شمارش هر عدد دست من سنگین شده و پایین می آید و از 10 معکوس بشمارید. حالا می توانید جملات تلقینی را به خودتان بگویید، یعنی همان هدفی که برایش خود هیپنوتیزم را انجام داده اید. توجه داشته باشید که یک بار انجام خود هیپنوتیزم تأثیر همیشگی و دائمی ندارد و بهتر است تکرار شود. برای بیرون آمدن از هیپنوتیزم 5 بار به خود بگویید با شمارش هر عدد بدنم شلتر می شود و کم کم بیدار و هوشیار می شود. سپس از 1 تا 10 بشمارید. در آخر بدنتان را حرکت بدهید و بیدار شوید. در طی روندی که گفته شد در هر مرحله اگر شکست خوردید اشکالی ندارد. می توانید تلقینات و شمارش را دوباره انجام بدهید تا اینکه موفق شوید و یا اینکه در روز دیگری تمرین کنید و این جلسه را خاتمه بدهید. هر سوال یا تجربه‌ای که در این زمینه داشتید در بخش کامنت ها مطرح کنید.